أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أكونوا مع الصادقين. امام سجاد علیه السلام در حساس ترین و به گونه‌ای خفقان آورترین دوران امامت به نوعی به سر می بردن، زمانی که زمان امامت اون حضرت فرا رسید، اوج شیطنت و شرارت حکومت بنی امیه بود که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام مسئله عالم اسلام در حال تشنج عجیبی قرار گرفت. مراکزی که اسلام از اونجا نشأت گرفت در دست خوش تحولات اساسی واقع شد. عراق از در حال شهرهایی بوده است که بعد از مکه و مدینه اینها به اسلام گرویدن و کوفه به حسب ظاهر از محبین و شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت بیشتر از جاهای دیگه بودند. به هر حال مسئله اصلی که در نظام اسلامی مورد توجه بوده است و حاکمان ظالم این مسئله رو به طور کلی نادیده گرفتند و از اسلام یک ظاهری بیش دنبال نکردند و در زمان یزید ملعون که اون ظاهر اسلام هم از آن خبری نبود، مسئله حاکمیت دینی و رهبریت دینی و الهی بوده است. لذا قیام امام حسین علیه السلام به تحلیل ها و به بحث های تاریخی ما کاری نداریم، فقط به صورت گذرایی تا اینکه به هر حال زمان امام سجاد علیه السلام رو به نوعی دوربناش رو عرض بکنیم و دورنماش رو و یک فرمایشی از اون حضرت که به هر حال اهتمام این حضرات هر یک در زمان خودشون بر چه اساسی بود در مقام هدایت و رهبری مردم. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام یک تحول
عجیبی در ممالک اسلامی و در بین مسلمین رخ داد و یک آگاهی‌های اجمالی پیدا شد، مخصوصا در مرکز حکومت بنی امیه که شام بود، که بحثی از اسلام و اهل بیت علیه السلام به طور خاص مطرح نبود. اون وقت کم کم روشن شد که اهل بیت علیه السلام یک ارتباط خاصی با اسلام دارن. یعنی مسئله حکومت بنی امیه در شام با حاکمیت 40 ساله معاویه در آن و ادامهش با یزید، کار رو به اینجا به هر حال کشوندند. مظلومیت اهل بیت علیهم السلام با توجه به صفحات تاریخ بسیار آشکاره که آن چیزی که در بین جامعه اسلامی به طور خاص مطرح نبوده است، مسئله اهل بیت و ارتباط ولایی و محبتی نسبت به اهل بیت تا چه رسد به ارتباط ولایی و مسئله رهبریت. امام سجاد علیه السلام وارث یک چنین اوضاعی است بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، که در حال یزید میخواد همه نفسه ها رو در سینه دیگه خفه بکنه، همه کسانی که یک در حال احتمال مقابله رو داشته باشند، مخصوصا نسبت به شیعیان اهل بیت علیهم السلام که در همه زمان ها تقریبا مسئله شیعیان اهل بیت و محبین ایشان مسئله حساس و اساسی بود، منتها در دورانهای مختلف اینها نوسان داشته. لذا امام سجاد علیه السلام در چنین اوضاعی قرار گرفتند. خب ما ملاحظه بکنیم، امام با برحال شرایط مختلفی روبرو بود که همه این شرایط بر علیه مسیر اهل بیت و اون اعلان معارف و جایگاهشون در جامعه اسلامی قرار داشت. از یک طرف عبدالله ابن زبیر در مکه ادعای رهبریت داشت و به نوعی دفاع ظاهری از خون امام حسین علیه السلام، و از طرفی امویها در ادامه از بین بردن شیعیان با مقابله با قیام توابین، امام سجاد علیه السلام در این بین به هر حال قراری گرفته. لذا ما ملاحظه میکنیم بزرگترین رسالت حضرت غیر از اون جنبه های شخصی که به عبادات میپرداخت و غیر از اون جنبه اجتماعی که رسیدگی به خانواده های مسلمین و به هر حال اون کسانی که یه ارتباطی با خودشون داشتن، غیر از این به هر حال در مقام بیان معارف دین در قالب دعا بودن. معارف گوناگون دین رو ملاحظه میکنیم حضرت در قالب دعا بیان کردند تا دستگاه تربیت معرفتی اهل بیت علیهم السلام به طور کلی تعطیل نشه.
یعنی اوضاع به چنین به حال مرحله ای رسیده بود که هیچ یک از معارف دین دیگه در صحنه اجتماعی در بین مسلمین دیگه مطرح نبود. از این جهت می‌بینیم امام سجاد علیه السلام دعاهایی در مباحث توحیدی، دعاهایی در معرفی انبیاء الهی، دعایی در برحال بیان معاد، مسائل مختلف اخلاقی، مسائل عملی و مسائل سیاسی. لذا خودشون فرمودن که ما 20 نفر رو بیشتر نداشتیم که از محبین ما باشند. یعنی مظلومیت به اینجا رسید و در بین همه طرفداران فرمودن که بعد از امام حسین علیه السلام، همانطور که در روایت است که بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مردم مرتد شدن جز چند نفر الا ثلاثه، بعد از امام حسین علیه السلام هم در روایت است که مرتد شدن چون جز چند نفر از اصحاب خاص امام سجاد علیه السلام، که اینها تا آخر ملازم اون حضرت بودن که در روایات ما اسامی اونها آمده. اون وقت حضرت در ذیل این آیهی که خوندم یه فرمایشی دارند. این آیه این رو بیان میکنه: ای مؤمنین، تقوا داشته باشید و با صادقین باشید. خب این یک شاخصه رسیدن به نجات حقیقی انسانه. این یه شاخصه ایست که ائمه علیهم السلام به طور خاص در مسیر تحققش بودن و خودشون رو به عنوان تنها مصداق اتم صادقین میخواستن مطرح بکنن تا این باورها شکل بگیره که این که خدای متعال امر کرده ای مؤمنین تقوا داشته باشید و تقوای تنها به درد نمیخوره، باید با صادقین باشین. این صادقین کیا هستن؟ واقعا یه مسئله جدیه. این معیت با صادقین، این از مسائل اساسی سرنوشت ساز برای انسانه که همه حکومت‌های غاصب به هر حال در برابر این صادقین قد علم کردند که این معیت تحقق پیدا نکنه تا بتوانند سلطه بر مؤمنین پیدا بکنند تا این ایمان به اون خاصیت خودش نرسه. امام سجاد علیه السلام در قالب دعا در ذیل این آیه شریفه اینطوری عرضی می‌دارد: اللهم ارفعنی فی اعلا درجات هذه الندبه. خدا داره ندا میده دیگه، ما رو تحریک میکنه: ای مؤمنین، اون کسانی که در وادی ایمان آمدید، تقوا داشته باشید و همراهی با صادقین داشته باشید، همراه با صادقین تا آخر. این خیلی مهمه. کسانی در یه مرحله میان بعد میان، این همراهی لوازمی داره، یه سختی هایی داره، در اوائل میرن، بعضی تا وسط ها میرن، تا وسط ها میرن نه، هی امتحانات پیش میاد، بعد هی کنار میزن. بعضی ممکنه تا اواخر هم بیان، اما چون این معیت با صادقین برای اونها خوب جا نیفتاده که این معیت برای چیه، صادقین چی میگن، از ما چی میخوان، ما رو میخوان در چه جایگاهی قرار بدن، از این جهت خلاصه کنار میکشن.
حضرت به خدای متعال عرضه می‌کرد خدای من رو در بالاترین درجات این ندای خودت قرار بده، یعنی این میت اول برای خودم باشه. و عینی به عزم الاراده. خب چجوری ما با صادقین باشیم؟ صادقین اصلا کیانن؟ صادقین کسانی هستند که قول و فعلشون به طور کامل مطابقت داره. اون کسانی که در مسیر ایمان قرار گرفتن، این مسیر ایمان رو در جزء زندگی فردی، عبادی، مخصوصا اجتماعی و سیاسی خودشون دنبال میکنن. در زندگی فردی خیلی مهم نیست، در زندگی عبادی خیلی مهم نیست. خیلی آمدن به امام حسین هم علیه السلام هم گفتن، عبدالله ابن عمر اینطور بود دیگه، به امام حسین گفت که آقا بیا کنار خانه خدا، حال پلاس این خانه باش، شما چیکار به این کارا داری؟ نصیحت هم کرد. عبدالله ابن زبیر به نوعی تعارف اجمالی کرد از امام حسین علیه السلام که لا همینجا باشید دیگه، ندید دیگه. اون در دلش همینطور بود که بره، امام حسین علیه السلام اونجا نمونه. به هر حال این جنبه‌های مهمیه. جلوه‌گری دنیا برای اینکه ما را از صادقین جدا بکند رنگ‌های گوناگونی داره. لذا همراهی با صادقین عزم اراده میخواد. و عینی به عزم الاراده، خدایا منو کمک بکن که ارادم در جهت پذیرش ایمان و تحقق ایمان در وجودم، در زندگیم، این مستحکم باشه، با موجها من نرم. این موج هست، هر زمان که بخواهد این دریای متلاطم حاکمیت الهی به استقرار برسه موج بیشتر میشه. تا زمان امام زمان علیه السلام این مسئله هست. حضرت نزد به حال یزید این مطالب رو فرمودند. امام سجاد علیه السلام یک بیان بسیار عجیبی در کاخ یزید ملعون دارند، خطاب به یزید و مردم. ایها الناس اعطینا سبعا ستا و فضلنا به سبع. حضرت دارند خودشون رو مطرح میکنن در جایی که تشکیل شده برای دیگه نابودی کامل اهل بیت. یزید بر مسند مستی حاکمیت نشسته با این دیدگاهش که دیگه تمام شد. حضرت میفرماید نه، تازه شروع شده. اعطینا العلم والحلم والسباحه والفصاحه والشجاعه والمحجه والمحبه في قلوب المؤمنين. ما این شش تا رو داریم، خدا به ما علم داده، حلم داده، ملاک‌های صادقین رو داره حضرت بیان میکنه که کیا هستند، که خدا فرموده با این صادقین باشید که شما هم از صادقین خواهید بود. اگر انسان در مسیر صدق و ثبات قدم در مسیر حق قرار نگیره تا آخر، که بناش این باشه که در برابر هر موجی که در برابر حق میاد استقامت داشته باشه، از میدون به در نره،
هر حال این به صدق نمیرسه. والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. در یه آیه میفهمد متقین واقعی اون کسانی هستن که به هر حال همراه صدق باشند، یعنی تقوا را دنبال میکنند، نه برای اینکه از آن بهره های دنیایی و شون دنیایی ببرند، تقوا را به خاطر خود تقوا، تقوا را برای رسیدن به اون حقایق تقوا دنبال میکنند. از آن حال که صادقین یه چنین خصوصیت دارن، علم، حلم، سماحت، وجاهت ظاهری، فصاحت در زبان، شجاعت و محبت در دلهای مؤمنی. و فضلنا با هفت فضیلت هم حضرت بیان میکنن. به هر حال در این دعا حضرت این رو بیان میکنن، این دعا رو یه قسمتش رو میخونم، بعد در یه بیان دیگری حضرت مردم زمان خودشون رو مطرح میکنن. اینا چند دستن؟ این چند دستگی در همه زمان ها هست، منتها در اون زمان به طور خاص بر حال تحقق پیدا کرده. ما ببینیم که در این چند دسته کدام از کدام از این دسته ها هستیم که بر حال اون جایگاه خودمون رو میخواییم حال حفظ کنیم. بعد و خزنی حتی تتجرد خواطر دنیا عن قلبی من برد خشیتی من. یکی از مسائل و اساسی ترین مسائل موندن با صادقین اینه که انسان به این خطورات دنیایی، جلوه‌گری های دنیایی توجه نکنه. امام سجاد علیه السلام میگه که این که این دسته از صادقین شدن به خاطر اینه، برای این صادقین هم دنیا جلوه‌گری هایی داره، اما این جلوه‌گری ها رو کنار زدن. امیر المؤمنین علی علیه السلام دنیا به صورت یک زنی برای او جلوه‌گری کرد که دل او رو برباید. وقتی داشت کشاورزی میکرد فرمود یا دنیا غر غیری قد طلقت که سلاس. این جلوه‌گری برای همه هست دا، به انهای مختلف، به اینکه این دل به اون طرف بره، از طرف ارتباط ولایی با این خاندان به حال ضعیف بشه و کم کم خدای نکرده نابود بشه. خب این یک شاخصه و اساسی ترین شاخصه بودن با صادقین اینه که خشیت الهی در دل انسان بیاد. این خشیت الهی در زندگانی دنیا همواره در جلوی چشم انسان باشه تا این جلوه‌گری های دنیا انسان رو به سوی خودش نکشونه. ما ملاحظه بکنیم تو انقلاب خودمون این مسائل رو، حالا هم در خودمون رو بررسی بکنیم، هم در وقایعی که رخ داده یه تحلیل دقیق بکنیم، چه کسانی در زمان جنگ تحمیلی و بعد از جنگ تحمیلی در مسائل انقلاب دخالت داشتن به نوعی، و حالا میبینیم چه سخنانی میگن بعضی هاشون، حالا میبینیم چه عمل کرده هایی دارن. این فرمایشات امام سجاد علیه السلام بر ما عینی میشه. به هر حال در دستورات شهر مقدس و قرآن و اهل بیت همواره ما رو به اوضاع دنیا توجه میده که ما سرمون تو لاک خودمون نباشه، بررسی بکنیم اوضاع رو تا اون حال خودمون رو بسنجیم که در چه جایگاهی قرار داریم. خب امام سجاد علیه السلام به راوی میفرماید که
خدمت امام میرسه الناس فی زماننا علی ست طبقات، مردم در زمان ما شش طبقه و شش دسته است. حالا این شش طبقه همشون هم بیگانه از نظام اسلامی و ایمانی نیستن، تو همین وادی ایمان ممکنه این طبقات رخ بده. ما باید توجه به اعمال و رفتار و حالات نفسانیمون داشته باشیم. ممکنه خدای نکرده در این قالب شکل لباس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هم بعضی از این طبقات ظهور داشته باشه. میخواد که اسدون و ذئبون و ثعلبون و کلبون و خنزیرون و شات، یکی از انسان ها بعضی از طبقات شیرن، صفت شیری حالا بیان میکنه، و بعضی ها صفت گرگی، بعضی ها صفت روباهی، بعضی ها صفت سگی، بعضی ها صفت خوکی، و بعضی ها صفت گوسفندی. فاما الاسد، اما اونایی که به هر حال صفت شیری دارن، شاید این روایت رو نشینه باشید به این صورت، خیلی روایت عجیبیه. چند سال پیش ما یه بحثی داشتیم، هر کدوم از اینا رو یک شب بحثشو کردیم. حالا اینجا دیگه چون جمع دوستان هست و اینها، به صورت مختصر این رو بیان میکنیم که انشاءالله خودمون از اینها تنبه داشته باشیم. فملوک دنیا، حاکمان و پادشاهان دنیا، اونایی که دنبال دنیا هستن، میخوان به دنیا بچسبند و حاکمیت دنیا رو از اون نظر که دنیاست داشته باشه. یحب کل واحد منهم ان یغلب ولا یغلب، خصوصیتش اینه، شیرینه دیگه، میخواد همش شیره بشه، کسی، حیوانی، چیزی بر او چیره نشه. این چیرگیش هم به لحاظ خودشه، قدرت خودشه، به لحاظ این نیست که ببینه مصلحت جمعی که تو اونجا هستند این مصلحت چیه. اینو دقت بکنیم، ما تو عمل کرده ها که بررسی بکنیم ببینیم که من یک کارمند جز یا یک به هر حال تاثیرگذار در جامعه یا در نظام هستم، اما همین خصلت رو دارم، خصلتم مطرح شدن خودمه، میخوام این قدرت خودم رو به هر صورت حفظ بکنم. تو بعضی از قضایا که ما مواجه میشیم این مسائل رو به هر حال میبینیم در بعضی چهره ها که دم از به هر حال انقلاب و گاهی رهبری و گاهی از این قبیل مسائل میزنن، وقتی توی عمل کردش وارد میشیم میبینیم که چه خیانتهایی داره انجام میده. میخواد غلبه کنه، میخواد همواره رئیس باشه، تا به این که مرؤوس باشد و نداره. نمونش، نمونه بایدش ملوک دنیا، این طاغوتان. خب این حالت طاغوتی در همه ما به طور شأنی هست، منتها در چهره های خاصش، اگر خدای نکرده در قالب دینی این حالت رخ بده، اینجا دیگه واویلاس برای من، واویلاس برای اون کسانی که به هر حال ظاهر رو میبینند و
حقیقت رو نمیبینند، به چه مشکلاتی به حال برخورد میکنند. دوم، و اما ذئب گرگ، فتجارکم، تاجرین شما، فروشندگان شما، یزمون از اشترو، وقتی که میخوان بخرن رو سر مال میزنن، و یمدهون ازا با او، اما وقتی که میخوان بفروشن هی مده میکنن، تیکه پاره میکنن. کار گرگ تیکه پاره کردن ها، منتها یه نمونه بارزش رو حضرت دارن بیان میکنن، و الا این تیکه پاره کردن و رها کردن و طرف کم کم خودش جون دادن در قالب های دیگه هم میاد. در روابط اقتصادی یک چنین حالتی موجب نابود کردن بنیه اقتصادی جامعه میشه. شخص در جهت تولید مناسب نباشه، بخواد اجناس نامناسب را به هر صورت که شده در جامعه بیاره و قالب کنه، ولو اینکه با زد و بندهایی بخواد تولیدات غیر داخلی را وارد بکنه، با سرکوب زدن به تولیدات داخلی، تولید داخلی و استقلال اقتصادی کشور را از بین ببره. گاهی بعضیا از این کارها میکنند. به هر حال این شاخصه ها را حضرت برای ما بیان میکنند که توجه داشته باشیم، که همونطور که عرض کردم این به عنوان به هر حال نمونه است در روابط اقتصادی، حضرت این رو بیان میکنه. و اما ثعلب روباه، روباه خصلتش اینه که به ظاهر با حالت دلسوزی میاد، اما در باطن میخواد تور میندازه که جذب بکنه، طرف رو از بین ببره. فهؤلاء الذين ياكلون بأديانهم، در زمان امام سجاد اسلام همه اینا بودن و حضرت مبتلا به چنین افراد بود، به حسب ظاهر دم از دین میزد، اما مانند عبدالله ابن زبیر بود که میخواست از همین طریق بلای حاکمیت خودش و رشد حاکمیت خودش دست به هر جنایتی بزنه، باکی نداشت عبدالله ابن زبیر، لذا حاضر شد. خانه خدا در معرض حد که حرمت قرار بگیره اما خودش باقی بمونه، با چه ابزاری؟ با ابزار طرفداری از دین. حتی برادرش را که لشکر یزید او رو فرستاد برای سرکوب او، برادرش رو لشکر یزید بود، وقتی که غلبه کرد گرفتش به زندان انداخت، در زندان او رو در تعینا قرار گرفت و از بین رفت، با این بهانه که بر علیه حاکم اسلامی قیام کرده. این خودش رو به عنوان حاکم اسلامی، به هر حال این آسیب در عالم اسلام بوده، به هر حال باید بهش توجه کرد، ما بینش پیدا بکنیم، بصیرت پیدا بکنیم که حاکمیت دینی چارچوبه ها چیه، حاکم ما چقدر این چارچوبه ها رو داره، چقدر داره طرفداری از مبانی دین و بنیه های دین میکنه، چقدر ما رو میخواد در جهت تقویت دین و عزت دینی
قرار بده. ما واقعا اگر این بینش ها را نداشته باشیم نمیتوانیم رهنمودهای رهبر بزرگوار خودمون رو با این چهارچوبه ها بسنجیم تا بدانیم، تا بفهمیم که هر سخنرانی و هر عمل کردی که داره در جهت اون حاکمیت حقیقی دینه. و این شاخص رو هیچگاه سعی کنیم که از دست ندیم و دیگران رو با این شاخص بسنجیم و بفهمیم که خدای متعال در این دوران چه نعمتی رو خدای متعال به ما داده. و طبق این آیه شریفه، و اما به نعمت ربک فحدث، به نعمت پروردگارت گویا بشو. امام حسین علیه السلام در ذیل این آیه شریفه فرموده این نعمت ولایت ماست. در این زمان ولایت بر حال جمهوری اسلامی در پرتو این ولایت فقیه که در ادامه ولایت امام حسین علیه السلام است، این از نعمت‌های بزرگ الهی است که نصیب ما شده. منتها تو این ولایت این دستجات هم هست، اینا رو باید توجه داشته باشیم که ما در جریان نظام اجتماعی رهبریت این جریان رو به کی میدیم؟ آیا به گرگ ها؟ آیا به اسد ها؟ آیا به ثعلب ها؟ بعد یاکلون به ادیانهم ولا یکون فی قلوبهم ما یصفون به السنتهم. دین فروشی میکنن، با زبان چیزی میگن که در عمل به گونه دیگری هستن. و اما الکلب، خب سعی میکنم کلام رو کم کم جمعش بکنم که انشالله یه بهره ای ببریم از این مباحث و اون چرا که به هر حال میخواستم از زمان امام سجاد علیه السلام و جایگاه اون حضرت در اون زمان عرض بکنم، انشالله بهره‌ای برده باشیم و یک درس عمیقی به هر حال داشته باشیم که هر یک از این صنف‌ها که عرض کردیم ابعاد مختلف داره. متا حضرت شاخص‌ها رو دارن بیان میکنن که در هر جامعه ای چه شاخص‌های انحرافی ظهور پیدا می‌کنه. و عمل کلب یهر رو علی الناس بلسانه و یکرمه الناس من شر لسانه. اون کسی که حالت سگ صفتی داره، که حالت درندگی داره، حالت پارس کردن داره سگ، برای اینکه پارس نکنه یه لقمه نون میندازن جلوش که مشغول به خودش بشه. بیشتر سگ با زبانش ظهور بروز داره. حضرت میگن که کسانی مردم از شر زبانشون فرار میکنند و اونها رو اکرام میکنند تا اینکه به شر زبانشون مبتلا نشه. خب این گاهی در جامعه در یک قشرهای ظهور میکنه، منتها در روابط گوناگون زندگی هم این مسائل برای انسان پیش میاد. در زندگی خانوادگی، در زندگی دوستانه، در زندگی به هر حال کارگری، کارمندی، گاهی چند تا در یک کارگاهی زندگی میکنن، بعضی اصلا نمیتونن اصلا حالت گزندگی نداشته باشن. آمدی اینجا کارتو بکن، داری اجرت میگیری، سعی کن به همین مقدار به فرموده امام حسین دینم نداری، یک به حال
تعهد اجتماعی دادی، دیگه به دیگران چی کار داری؟ هی با زبان مخ همکارانشو میخوره، هی میخواد دیگران رو از خودش دور بکنه با زبانش. این مسائل رو ما میشنویم، ما در ادارجات هست، در کارخانه ها به هر حال یه چنین چیزهایی مشاهده میشه. خب پنجمی، و عمل خنزیر فهاولاء المخنسون و اشباههم، کسانی در جامعه این کارشون دنبال فحشا بودنه، دشمن هم از راه های مختلف میاد. همه این خلاصه قشرهایی که به هر حال فرمودن ابزار دست دشمن در برابر حاکمیت دینی، این رو توجه داشته باشی در جامعه و در جوامع اسلامی. لذا ما ملاحظه میکنیم ائمه علیهم السلام گاهی با چنین جرثومه های فسادی مواجه بودن، منتها جرأت نمی کردن، مخصوصا امام سجاد علیه السلام. اون شخص از ناحیه یزید آمده در مدینه، یزید هم لشکرش رو مباح کرده، مال و جان مسلمین در مدینه را، فرماندهش هم مسلم ابن عقبه، اونقدر خونریزی کرده اسمش رو مسرف ابن عقبه گذاشته. حالا تو این شهر مدینه النبی صلی الله علیه وسلم که اسلام پایه‌گذاری، بدن مطهر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است و خانه اهل بیت علیهم السلام، که اینا اصلا به این مسائل اصلا اعتقاد ندارن، حضرت تو اینجا چی کار میکنه؟ هیچ مدافعی که نداره، فقط کارش این است که جمع جور بکنه یک عده‌ای که به حسب ظاهر دم از اسلام میزنند و عده‌ایشون هم از محبین خالصند، منتها در نهایت ضعف قرار دادن. لذا ناچار میشه از حضرت از شهر بره بیرون.